مسافرهایی که بلیط به دست در فرودگاه هستن وقتی پی میبرن که پروازشون تأخیر داره کلافه و عصبانی میشن. من الان ساعت 10:30 میشم چطور باید بمونم توی فرودگاه؟ یک پرواز اگر سر موقع انجام بشه هر کسی راحت تر به کار و زندگیش میرسه. پس همه ما در مقابل تأخیر احساس مشترکی داریم. خلبانم داشت در میرم. بعضی مسافرها طوری واکنش نشون میدن که انگار خلبان یا مدیران ایرلاین مقصر وقوع تأخیر هستن. برای همین گاهی به اونها بی احترامی میکنن یا حتی شعار سر میدن. استعفا. اما مقصر اصلی تأخیرها چه کسیه؟ اتوبوسرانی بین شهری کار دشواریه و نیاز به دقت و مهارت داره، اما با این حال فرودگاه رو هیچ وقت نباید با اون در یک رده قرار بدیم. آنچه که بیشتر مردم در ترمینال دیدن این مشاغل بوده: بلیط فروش، راننده و شاگردش. هنگام سفر با اتوبوس هر مشکلی رخ میده، مسافرها راننده رو مقصر میدونن. اما درباره هواپیما نمیشه همه تقصیرها رو به گردن شخص خلبان انداخت. در صنعت هوانوردی خلبان مانند بازیگر نقش اول یک فیلم سینماییه. ما هنگام تماشای یک فیلم فقط بازیگر رو میبینیم، در حالی که چندین متخصص در بخش‌های کارگردانی، گریم، جلوه‌های ویژه، فیلم برداری، صدا برداری و کارهای دیگه در پشت صحنه حضور دارن یا بعداً روی ویدئوی ضبط شده کار میکنن و اگر توی پروژه نباشن فیلم ساخته نمیشه. یک خلبان هر قدر با تجربه باشه، اما حتی اگر خودش هم بخواد نمیتونه بدون کمک گرفتن از تخصص دیگران هواپیما رو بلند کنه. وقتی یک مسیر پروازی تعریف میشه، موضوع مورد بررسی تخصصی قرار میگیره. اینکه چه هواپیمایی برای این پرواز مناسبه، به عوامل مهمی از جمله وضعیت آب و هوا و شرایط فرودگاه‌های مبدأ و مقصد بستگی داره. مدل هواپیما که مشخص شد، برای تعیین کادر پروازی برنامه‌ریزی میکنن. بعد از اتمام موفقیت آمیز همه این مراحل، اون وقته که بلیط فروخته میشه. اما این پایان کار نیست. یک پرواز فقط به هواپیما، مسافر و کادر پروازی وابستگی نداره. بازرسی ایمنی هواپیما، سوخت رسانی، مکانیک، مهندس پرواز، خدمات بار کیترینگ، نظافت بدنه و داخل کابین، تخلیه مخزن فاضلاب توالت، پله، تعمیر و نگهداری هواپیما و واحد مراقبت پرواز از جمله مشاغل و تخصصایی که در کنار هم کار میکنن تا هواپیما یک پرواز ایمن رو آغاز کنه و به پایان برسونه. وقتی داخل هواپیما هستیم، بعد از خدا امیدمون به خلبانه. اما خلبان هم فقط با کمک صدها و هزاران نفر از همکارانش میتونه کارش رو درست انجام بده. تأخیرهای کوچیک بیشتر در اثر مشکلاتیه که در فرودگاه رخ میده و باعث میشه تا مسافران دیر به هواپیما برسن. حتی مسافری که هنگام عبور از گیت امنیتی صف رو پشت سر خودش معطل میکنه، ممکنه در تأخیر چند پرواز نقش غیر مستقیم داشته باشه، ولی معمولا کسی به این نکته توجهی نمیکنه. بار سوار کرده بودن اونجا دوباره برگردوندن. بابا شما حرف بزنید مردم. تأخیرهای طولانی مدت بیشتر زمانی رخ میده که هواپیما نیاز به تعمیر داره. پیر بودن ناوگان هوایی در ایران باعث شده تا هواپیماها خیلی اوقات با نقص فنی مواجه باشن. درسته که به تازگی چند فروند هواپیمای نو خریداری شده، اما این تعداد هرگز کافی نیست. این به نفع همه است که پرواز سر موقع انجام بشه، اما طبق قوانین هوانوردی وقتی یک نقص فنی گزارش شده باشه، هواپیما تا زمان رفع اون نباید از جاش تکون بخوره. این هم هواپیما که از وقت ما بودیم اینجا دارن روش کار انجام میدن، میگه هنوز تموم نشده، درست نشده، هیچ جواب درست حسابی هم به ما نمیدن، پرواز دیگه هم واسه ما درست نکردن. برای تأمین هر فروند هواپیما میلیون ها دلار هزینه شده و نگهداری از اون مسئولیت بسیار سنگینیه، چون مانند اتوبوس نیست که با دوتا ضربه چکش یا تعویض قطعات فایبرگلاس و بتون کاری و رنگ مشکلش حل بشه. پس وقتی یک هواپیما نقصی هر چند کوچک داره، باید منتظر بمونه تا تعمیر بشه و تاییدیه ایمنی پرواز بگیره. حتی ممکنه نیاز باشه تا یک قطعه از شهر دیگه‌ای به اونجا ارسال بشه. در این مواقع ممکنه مسافرها با هواپیمای جایگزین به سوی مقصد پرواز کنن. اما در ایران انجام این هماهنگی‌ها دشواره، چون هواپیمای کافی وجود نداره که یکی رو به جای دیگری بفرستن. در نتیجه همه ایرلاین‌ها از رخ دادن تأخیر در پرواز متحمل ضرر میشن و زمان بندی برنامه‌هاشون هم به هم می‌ریزه.
گاهی هم مشکلات آب و هوایی باعث تأخیر میشه. مسافرها در اینترنت چک میکنن و میبینن که هوای مبدأ و مقصد عالی آفتابیه، اما از وضعیت هوا در مسیر پرواز خبر ندارن. هواپیما در ارتفاع چند هزار پایی از سطح زمین پرواز میکنه و هوای اون محدوده با وضعیت حاکم بر جاده فرق داره. یک راننده اتوبوس ممکنه وسط مسیر تشخیص بده که بهتر از یک راه میونبر بره، اما خلبان هواپیما نمیتونه با تصمیم خودش مسیر بین‌المللی پرواز رو تغییر بده یا ارتفاع و سرعت رو کم و زیاد کنه تا یک توده ابر رو دور بزنه. Skipper, look. Manual. Problem solved. علاوه بر نقص فنی در هواپیما یا وضعیت بد هوا، دلایل دیگه‌ای هم برای توضیح یک تأخیر وجود داره. ممکنه یکی از دستگاه‌های فرودگاهی خراب شده باشه یا نظافت یک هواپیما که بعضی مسافر اون رو کثیف کردن بیشتر از حد معمول طول بکشه یا هنگام بارگیری چمدون‌ها مشکلی رخ بده. بالا بودن ترافیک پروازی، عدم کنترل مناسب پروازها یا حتی ناکافی بودن امکانات فرودگاه هم میتونه موجب بروز تأخیر بشه. پس همونطور که هواپیماهای جدید خریداری شده، به ماشین‌آلات فرودگاهی مدرن هم نیاز داریم. هر کسی با انجام دادن یک بازی شبیه ساز کنترل ترافیک هوایی پی میبره که زمانبندی و هدایت هواپیماها در فرودگاه چقدر کار دشوار و دقیقیه و اگر تکنسین‌ها مرتکب اشتباه بشن چه فجایعی رخ میده. نباید اینطور فکر کنیم که یک خلبان خودش به تنهایی پرواز میکنه و همزمان از پس همه کارهای تخصصی مانند تعمیر و نگهداری هواپیما و کنترل ترافیک هم برمیاد. این بار وقتی پروازتون با تأخیر مواجه شد، در نظر داشته باشید که هیچ کسی از این اتفاق نفعی نمیبره و جز مسافرها خیلی های دیگه هم هستند که شاید دارن بیشتر از شما حرص میخورن و برنامه هاشون کامل به هم ریخته.